سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. بعضی وقتها پنهانکاری ها انقدر تهوع‌آور میشه، انقدر ضایع میشه، انقدر تابلو میشه که اونایی که در یک زمین دارن با کس دیگری بازی میکنند هم صداشون در نمیدونن چجوری باید به مسئله نگاه کنن، نمیدونن که باید داستان رو چجوری مدیریت کنن. گزارشون رو رادیو فردا کار کرده دیگه، از مدیریت داستان اینا گذشته، اومده داره میپردازه مستقیم و غیر مستقیم به دروغ‌هایی که رژیم صهیونیستی مطرح کرده درباره حمله ویرانگری که ایران به رژیم داشته. چند تا نکته خیلی خاص، چند تا نمیدونم بگم گاف رسانه‌ای چه اسمی روش بذارم، حالا با هم میریم جلو مرورش می‌کنیم. در این گزارش هست درباره حمله موشکی ایران که می‌خوایم بهش بپردازیم. ابتدای گزارش اومده به این اشاره کرده، گفته که تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه‌های هوایی نواتیم پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل ظاهراً یک حفره بزرگ ایجاد شده در سقف آشیانه هواپیماها رو نشان میداد. نمیتونم قضاوت دقیقی داشته باشم، حدس میزنم که ایران موشک‌ها رو به این شکل شلیک کرده که یک موشک روی سقف آشیانه ها، یکی هم جلوی در ورودی اصابت کرده. انگیزشون چی بوده؟ چجوری داستان رو دیدن؟ الان اصلا نظر نمیتونم داشته باشم. باید بریم جلوتر ببینیم آیا توضیح بیشتری درباره این قضیه داده خواهد شد یا نه. اما فارغ از این، همچنان به یک مسئله اشاره بکنید، توجه بکنید. ما همچنان در رسانه جز نواتیم اسم دیگری نمیشنویم. آقا ایران سه تا پایگاه زده. اگر اون دوتای دیگه نخورده اشکالی نداره، شما سرتو بگیر بالا، برو جلوی اون ستای دیگه، اون دوتای دیگه فیلم و عکس بگیر بیار به ما نشون بده، ما بفهمیم صحبتن کرده. فقط درباره نواتیم چرا داره صحبت میشه؟ عمق سانسوری که رژیم داره انجام میده و خودشون رو هم سوژه خودشون کرده شما در همین ماجرا میتونید ببینید. نواتیمی که دیگه از زیر دستشون در رفت، نتونستن چیزیشو سانسور بکنن، فقط دارن به اون اشاره میکنن. ادامهش رو اجازه داریم با هم ببینیم. پس اینجا کار میگه حفره روی سقف آشیانه ایجاد شده. اشاره کرده میگه سپاه پاسداران 10 مهر 181 موشک شلیک کرده. دومین حمله نظامی مستقیم ایران به رژیم صهیونیستی. نخست وزیر رژیم ساعتی بعد از حمله گفته به لطف سامانه های دفاع هوایی اسرائیل که پیشرفته ترین در جهان هستن حمله خونسا شد. بابا تو که همه رو خونسا کردی، تو همه رو خونسا کردی، فیلم ها و تصاویرش هم هست، این تصاویر ماهواره‌ای هم داره همینا رو تایید میکنه. میگه اینا اومدن به این مسئله اشاره کردن، اما آسوشیتد پرس بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که یکی از شرکت ها منتشر کرده از آسمان نواتیم در جنوب اسرائیل، وارد شدن آسیب به سقف آشیانه ها و آوار ریخته شده در کنار سازه و سوراخی در باند فرودگاه را نشان میدهد. این آشیانه هایی که ما زدیم خیلی مأخوذ به حیا هستن. ما وقتی موشک بهشون شلیک میکنیم خودشون خاک و اینجوری از سقفشون بلند میکنن میذارن کنارشون. چرا مثلا خاک اون ور رو آشیانه بغلی نریخته، اون ور نریخته، قشنگ ریخته کنارش؟ من فکر میکنم باز هم توی همین داستان هایی هم که همین روایتی هم که اینا ارائه میدن، ما شاهد یک سانسوری هستیم که داره از اصل ماجرایی که رخ داده است و چیزی که برای رژیم پیش آمده یه پنهانکاری رو ویژه تر رقم میزنه. اون پنهانکاری چیه؟ باید سب بکنیم در آینده پیش رو چه چیزایی از این ماجرا روشن میشه. میگه سخنگوی ارتش رژیم گفته برخی سازه ها، مراکز نگهداری و دفاتر اداری در چند پایگاه هوایی آسیب دیده. اگر یه سازه ای آسیب دیده که زیرش F-35 بوده، فقط سازه آسیب دیده، اگه بخش اداری کامل آسیب دیده، بخشای مراکز نگهداری آسیب دیده، F-35 ولی هیچیش نشده، سوخت‌رسانه هیچیش نشده. چقدر جالب، ما رفتیم هرچی بتن و سنگ و آجر بوده زدیم ولی به F-35 رسیده نخورده، به سوخت‌رسانه رسیده نخورده. من برای شما توضیح دادم که نوع رفتار رژیم نشان میدهد که اتفاقا اینها اصابت موفق داشته. لازم هست خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که در ادامه گزارش گفته که بله، گفته این پایگاهی که ایران بهش حمله کرده و اینا میگن آسیبی ندیده، نواتیم هست، آشیانه جنگنده های نیروی هوایی رژیم صهیونیستی که مدل رادارگوریز F-35 از سری دوم این هواپیماهای پیشرفته
در اون نگهداری میشه. بعد برای اینکه نواتیم رو توضیح بده گفته یک پایگاه نظامی سال 1985 ساخته شده، اما مدل مدرن پایگاه 1983 بازسازی شده. در سالهای اخیر آشیانه چند اسکادران از جمله F-35 بوده. بعد حالا یه چیزی بگم، یه نکته ای درباره ربطی به این داستان نداره ولی چون قشنگه براتون میگم. من یه گزارش میخوندم از یه پایگاهی که اومده بود درگیری اوکراین و روسا رو بررسی کرد، میگفت توی نبرد اوکراین و روسا ما میخواستیم با یکی از پیشرفته ترین رادارها و سامانهای خودمون رد یه بالگرد رو بزنیم که این بالگرد پنهانکار بود. بعد میگفت توی ترددش ما متوجه رفت آمده ای نمیشدیم. میگفت یه دونه از این بالگرد عبور کرد و ما تونستیم اینو تشخیص بدیم که در حال عبوره. اونم چجوری تشخیص دادیم؟ از طریق گوشی تلفن همراه آیفونی که همراه یکی از خدمه بالگرد. من اینو نگفتم بخوام زیرا به مثلا آیفون رو بزنم، ما کلا مسئله این هست که این پل‌های ارتباطی که بعضی هاش برای ما حتی توی نیروهای مسلح استفاده ازش خیلی بیش از حد عادی شده، طرف خیلی مثلا احساس می‌کنه که اینو به لحاظ حفاظتی نباید، حالا رعایت هم نکرد چیزی نمیشه، یا اگرم یکی رعایت بکنه بقیه بهش می‌خندن. نه، اینا اتفاقا به بخشش پنهانکارهایی رو هم میتونه لو بده و به فنا بده که شما تصورش رو هم نمی‌کنید. لازم بود دوستشم این رو خدمت شما عرض بکنم. اما بریم بررسی کنیم ببینیم دیگه درباره این پایگاه چی میگه. میگه این پایگاه همون پایگاهیه که نتانیاهو و همچنین نخست وزیر سابق رژیم یائیر لاپید بارها با ایستادن در کنار جنگنده های F-35 ایران رو تهدید کردن. راست میگه، اینا هر موقع خواستن ایران رو تهدید بکنن یه جمله معروفم دارن، در هر نقطه‌ای از خاورمیانه با ایران برخورد می‌کنیم. اینا رو کنار این F-35 میگفتن. اینا همش تو نواتیم بوده. خب پیامی که ایران با این حمله صادر کرد و مخابره کرد پیام ویژه است. اینجا در این گزارش هم داره به نوعی غیر مستقیم به همین اشاره میکنه. اعلامش رو با هم بررسی کنیم. میگه ایران در عملیات موسوم به وعده صادق دو اعلام کرده که مقر موساد رو هم مورد هدف قرار داده، سه پایگاه هوایی رژیم رو زده. به گزارش هارتس بر اساس ویدیوهای منتشر شده غیر از چندین موج حمله موشکی سپاه در شب دهم مهر برای ضربه زدن به پایگاه هوایی نواتیم، حملات دیگری نیز در آن شب به نزدیک پایگاه انجام شده و همچنین یک منطقه. این حالا هیچ توضیح نداده چی بوده، میگه علاوه بر کار اینا چیز دیگه هم رخ داده. آها یادم اومد، این حمله یمنی ها رو احتمالا میگه. اینا رفتن توی پایگاه حضور داشتن که ببینن خسارات چقدره، تلفات چقدره. اینا یمن دوباره پایگاه زده، این به اون احتمالا داره اشاره میکنه. میگه این حمله رخ داده، همچنین یک منطقه در شمال تل آویو مورد حمله قرار گرفته که اینا دربارش توضیحی نمیدن. منطقه مورد هدف قرار گرفت، آها میگه به موساد ربط داشته، که در نزدیکی یکی از شهرهای ساحلی بوده که میگه شهردارش هم گفته 100 تا خونه اینجا ویران شده. شما عکس یه دونه خونه ویران دیدین؟ 100 تا خونه میگه ویران شده. سانسور خبری رژیم رو ببینید، همه ی اونایی که در توییتر فارسی، در اینستاگرام فارسی از خفقان جمهوری اسلامی حرف میزنه. خفقان کجای اینجا؟ هر کسی هر چی میخواد داره میگه. بابا تو رژیم صهیونیستی نواتی ما اینجا داریم فیلماشو هر روز و هر شب نگاه میکنیم، خبرنگار آمریکایی دربارش حرف زدی گرفتنش. سانسور خبری اینه که 100 تا ساختمون رو زدن ویران کردن، کسی جیگر نمیکنه فیلمای صداش منتشر کنه. میگه این شهر یکی از شهرهای قوی در اقتصاد رژیم صهیونیستی و ساکنینش از طبقه متوسط رو به بالا هستن در فاصله نزدیک با هم. این طبقه متوسط رو به بالا توی بعضی از گزارش‌های اینا که درباره براندازی در ایران صحبت میکنن آمدانه این کلمه رو داره به کار میبره. اینا میگه آقا مستضعفا رو ولش کن، پولدارا رو ولش کن، تو برو رو طبقه متوسط ایران کار بکن. این طبقه متوسط رو میتونی اگر روش تمرکز بکنی بهتر برای براندازی ازش خروجی بگیری. نه مستضعفه نه ثروتمنده، این یه چیزی وسط این دوتا هست، هم میخواد به بالا برسه هم میخواد پایین یه وقت نره و حساسیتی خاص خودش داره. اینجا که داره به این اشاره میکنه میگه اون 100 تا خونه در جایی ویران شده است غیر مستقیم، این هم در گزارش هست که اینجا برای قشری بوده که این قشر اتفاقا به لحاظ روحی و روانی برای برای حاکمیت ها خیلی مهمه که اتفاقاتی رخ ندهد که متأثر از اون اینها چالشایی به وجود بیاره. انتهای گزارش به اینجا رسیده که
منابع اطلاعاتی و نیروی هوایی رژیم گفتن که ایران پیشرفته ترین موشکاش آورده، اما نیروهای مسلح ایران میگن موشکای هایپرسونیک استفاده کردیم. موشکای رونمایی شده از 4 سال قبل به اونور ایران استفاده کرده. و در نهایت گفته آن چیزی که رخ داده است سنگین ترین حمله بوده که تاریخ تا الان به خودش دیده. بله من طولانی ترش نمی کنم، این بخشی از آن چیزهایی است که گفته شده. رژیم علیه ایران غلطی انجام بده، حماقتی انجام بده، ضربه بعدی که خواهد خورد و اشتباهی که رقم خواهد زد به فاجعه منجر خواهد شد، به فاجعه منجر خواهد شد که اینا هر چیزی تو این گزارششون درباره وعده صادق دو میگن و کلا بذارن کنار درباره اون صحبت بکنن. اگر نکته ای داشتین، اگر بحثی بود در قالب پیامبری من بفرستین. ایران 14313 رو فراموش نکنید و توی کانال دوم ما هم باشین. ما شاهنامه رو داریم با هم مرور میکنیم، داستان تاریخی ایران رو مرور میکنیم. برای کسانی که این جنس از مطالب براشون مهمه اون کانال دوم خیلی مهمه و دوست دارم که اونجا در کنار ما باشن. تحلیلگر پلاس رو هم ببینیم. تحلیلگر پلاس هم داستانهایی رو داریم میگیم توش، داستانهای امنیتیه و بخشش واقعیت بخشش نه. حتما در کنار ما باشید و همین اینا رو باید میگفتم خدمت شما. از پیام هاتون تشکر میکنم، امیدوار هستم که بهترین ها پیش روی شما باشه. یه نمونه از پیام های شما رو هم با هم بخونیم. گفته سلام تحلیلگر، باور میکنی 4 سال نگهبان شرکتی بودم، یکی از کارگرها از شرکت دزدی کرده بود، خودم جنس ها رو پیدا کردم، گزارش کردم، متاسفانه خودم رو همدست دزد و کلانتری معرفی کردم. با وجود این ناراحتی بازم از ته دلم خوشحالم و احساس خوشبختی میکنم از وعده صادق دو. یعنی هر موقع بیاد اون یاد اون سرقت میفتم به وعده صادق دو فکر میکنم کلا از یادم میره. یه وقتایی عرض ادب خدمت شما، خیلی از فهمیدم آقا یه اتفاقی تو زندگی آدم میفته، تو زندگی شخصیته، تو مثلا یه چیزی تو محیط کارته، بعد از اون اصلا یه سری داستانا خوشحالت نمیکنه. واقعا یه سری از مسائل دیگه حس میکنی که نمیتونی باشه ارتباط بگیری. منم تجربیات این شکلی داشتم. الان دوستان من، شما که دارید گوش میدید فکر بکنید، حتما تجربیات این شکلی داشتید که حس میکنی آقا من ارتباطی دیگه حالم خیلی خوب نیست، تا حداقل یه مدت این شکلی هستی. خیلی این داستانی که شما تعریف کردید بیش از حد این شکلیه آقا محسن عزیز. یعنی از اون داستانایی که تو خودت رفتی زحمت کشیدی، یه حرکت مشتی زدی، حالا خودت داری پاشو میخوری. من از خدا میخوام دلتو شاد بکنه یه جور خیلی مشتی که این غمی که اینجا بهش اشاره کردی، این ناراحتی که اینجا داری از دلت بره. آدم با شرفی هستی، کار خیلی بزرگی کردی، بهت افتخار میکنم، خوشحالم رفیق مشتی مثل تو دارم و کاش یه چیزو برام بنویسی. خواهش میکنم ولی راستشو بنویس. من کامنت ها رو میخونم، میخوام بررسی کنم. با توجه به تجربه‌ای که الان داری، اگر به اون 4 سال قبلی که اون اتفاق رخ داد و تو میتونستی مدیریتش بکنی و همین کارو کردی و بابتش هزینه دادی، اگه تو اون شرایط قرار میگرفتی دوباره این اقدامو میکردی؟ دوست دارم اینو بدونم. ممنون میشم تو کامنت های این هفته هر موقع این برنامه رو دیدی برام بنویسی، من برنامه رو میخونم و حتما توی برنامه های بعد برای مخاطب میارم. الهی که دلت شاد باشه، پرچمت بالا باشه، همچنین بقیه مخاطبینی که دارن برنامه های ما رو میبینن. نکته دیگه ای ندارم. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.